به نام خداوند مهربان، سلام و صبح شما ایزان بخیر. آرزو میکنم صبح به بهترین شکل ممکن آغاز کرده باشید. یک بار دیگر حکیم را فروتن هستم در بخش ورزشگاه بامداد. خوش شما ایزان را همراهی میکنیم. سه مهمان خیلی عزیز را با خود در برنامه داریم که هر کدامشان جناب قیس جسور، اسماعیل جان حیدری و استاد واسی قیومی هستند. قدم خوش آمدید استاد واسی قیومی، صبحتان بخیر. سلام، زنده باشین خدمت شما و دو قهرمان عزیز ما، دکتر صاحب جسور و حیدری صاحب عزیز و کسایی که ما را از برنامه زویتان تماشا میکنند. تشکر. حیدری صاحب، صبح شما بخیر. سلام خدمت شما، خدمت هم بینده عزیز، استاد واسه و جسور جان عزیز، تشکر از این دعوت شما. بخیر باشین. جسور صاحب صبح بخیر. سلام خدمت شما، من آجی صاحب سلام تقدیم بکنم. خدا کنه که صبح به خوشی و خوبی آغاز کرده باشند دوستای ما، هموطنان نازنین ما، و انشالله که یک صبح خوش داشته باشیم. تشکر. قبل از اینکه حرفا را داشته باشیم با سه مهمان خیلی عزیز، باید به شما خوبان بگویم که امشب تیم ملی کرکت افغانستان قرار است که در چهار بهترین آسیا به مصاف تیم ملی سریلانکا بره که بازی را میتونید ساعت 6:30 شام حتما بیننده باشید و از خیرتون از دعا فراموش نکنید. تیم ملی کرکت افغانستان که موفق شد یک بار دیگر سریلانکا را شکست بده. بنگلادش و هنگ کنگ دو تیمی بودند که از این مسابقات حذف شدند. چهار تیمی که باقی مانده هندوستان، پاکستان، افغانستان و سریلانکا هست که امروز ساعت 6:30 افغانستان به مساف سریلانکا میره. امیدوار هستیم که باز هم با یک نتیجه خیلی خوب بتونیم سریلانکا را شکست بده. سوال مهم از حیدری صاحب شروع میکنم. حیدری صاحب، میشه که برام بگوین چی انگیزه باعث شد که آمدین شما جناب قیس جسور را چلنج دادیم؟ خب سوال بسیار خوب. من نمیخواستم جسور را چلنج بدم، چون ما در سازمان سلفسی که چند بار مسابقه کردم مدعی کبرمن بودم و جسور نو آمده بود در سازمان سلفسی قرارداد کرده بود و دمی قرارداد بود که فاید داشت در دور 13 شب نبرد. بله، در دور 13 مسابقه داشت با یکی از فایترهای تاجیکی. دیگه متاسفانه که با تاولات آمد دیگه مسابقه برگزار نشد. در این اساس که مسابقه برگزار نشد و عدم صفحه مجازی با یکی از خبرنگارای ما لایف آمده بود، بازی گپا زده بود در باره ما. دیگه بسیار گپای تو کلان کلان زده بود که همه چیزم از بهتر است، خوبتر است. مشخصا در مورد شما بود؟ بله، در مورد خودشان خبر دارند. دیگه من چلنج هم دریافت، من از طرف خود قیس جسور دریافت کردم که چون خودش گپای زده بود که خدا سریا خیر کرده بود که پیش آمده که مسابقه ما برگزار نشد. دیگه نمیفهم که چرا این گپ زد و من خواستم که را در مبارزه خودم دعوتش کنم. چرا همون زمان چلنج ندادین جسور صاحب؟ چون اون زمان نو تعاملات آمده بود در اون حساب. دیگه سازمان هایی که برگزار میکرد مسابقه ها را، مسابقه هم دیگه برگزار نمیشد. باز استاد واسه در جریان است که مسابقه ها را برگزار کرده بود. در اون دور میخواست ما را فایت بدن ما و جسورم، چون همیزی گپا خبر شده به خود استاد واسه هم. دیگه میخواست فایت بدن، باز جسور صاحب قبول نکرده بود فایت. در اون حساب باز فایت ما مان. درست است. باز ما در دور اول سازمان OFC مسابقه داشتم با یکی از آذربایجانم که متاسفانه شب عید بود، آمده نتانست به دلیلی که ویزه را گرفتن نتانستن، مشکلات داشتن با او حساب. تشکر. تشکر حیدری صاحب. جسور صاحب، پیروزی برابر جناب اسماعیل حیدری به خود چه قردشمند است؟ هیچ. ما قبلا هم گفتم فروتن صاحب، وقتی ما حیدری برای ما حال پیشتر گفت که ما چلنج دادم، خب موضوع می چلنج بازی را خیلی یک موضوع چی شد؟ اصلا موضوع چلنج دادن او قسم نبود. از ما وقتی که همو شهزاد عزیز پرسان کرد که چطور است برنامه کنسل شده بود، تغییر حکومت آمد، وقتی امارات آمد مسابقه از بین رفت، باز ما برش گفتم که خوبی مسابقه بود ولی ما اگر اعتماد بالایم نمی داشتم و
بالای خود باور نمی داشتم. من هیچ وقت نمی آمدم یک شخصی که در یک سازمان بزرگ می رفاید میکنه و در سازمان مثل UFC و NFC را پیدا کرده باشه، هیچ وقت نمی تانه که خود بیاره زیاد پاند یک سازمان عادی و لوکال فایت کنه و او را بعد از اون خیلی برای از او اگر بازنده شوه برای حیثیتش خیلی تاثیر میرسانه، ولی اگر برنده شوم او فایده نداره. ولی چون من فاید نکده بودم و آمدم سری خود باور داشتم که آمدم با شب نبرد قرار داد کردم، اما اونو بدبختانه که مسابقه کنسل شد نشد و ما گفته بودم که ما آمدیم به این سازمان به خاطر کمربندش آمدیم و کمربندش میگیرم و برنده شدن مم در مقابل یک افغان. من گفتم که حال من میگم در بین جامعه مم میچلنج چلنج بازی نکاس خوب نداشت، منم میخواستم وقتی که مرا چلنج هم داد نمیخواستم در تقابل با ذهنیت های مردم قرار بگیرم و این چلنج از این عاجل قبول هم کنم. من همو گپای ما و سخنهای خود و شرطای ما من گفتم که این تو مشکلات است، از نگاه معنایی برای من هیچ بودی مثبت نداره. ولی بسیاری از هموطنان ما در اوجام در مقابل ما، بعضی از البته یک تعداد از هموطنان ما، البته یک تعداد مریضی از هموطنان ما خیصن مرا تو ترس خوردی تو فلان شده تو بعضی گپای حق و ناحق گفتن. من مجبور شدم که چلنج ازیره همو زمانم ای دمی آخرم به می خاطر قبول کردم. اگر نگفتم که برنده شدن در مقابل ازی برای من اینقدر مفاد نداره و بازنده شدن خیلی تاثیر منفی داره دیگه میمونه موضوع چلنج. ولی خیلی موضوع شد، ولی من ایداری را در اون وقت هم در مصاحبه هم گفتم که ایداری فایتر خوب است، ایداری بهترین فایتر افغانستان است. کسی که حسین بخش سفری را که یک زمان ما چلنج داده بودم در SLFC وقت ون چمپینشیپ هم را پیدا نکده بودم قبول نکد که فایت کنه کدیم وقتی، اما زمانی که کدازی فایت کردی برنده شد در مقابل از او. به او خاطر مرا وقتی که شهزاد پسان کرد کدی کی میخوای فایت کنی، من گفتم که حسین بخش میخوای فایت کنی، گفتم نه حسین بخش نه مقابل اسماعیل ایدری بازنده شده و حالی هم فایت شه قبول نمیکنه هرچی که آدم چلنج میتا و من علاقه دارم که اگر فایت کنم، اگر علاقه داشتم گفتم اگر فایت کنم از حسین بخش کرده برام بهتر است که با اسماعیل فایت کنم. تشکر جسته استاد زنده باشین. ایدری استاد چرا مسابقه تان تا اول برگزار نشده؟ قرار بود که ون اف سی چلنج شما رو قبول کنه و مسابقه بین شما دو نفر برگزار شده. نخواه نه وان یو اف سی ببخشیم بسیار او اف سی او اف سی وان یو اف سی گفتیم مرا وقت خب او اف سی قبول کردن استاد واسه در جلیان است دیگه، منتظر بعض مشکلات در خود سازمان است به نظر ما، همه قدر برمه که گفتن دیگه مشکلات در سازمان است دیگه، ما مشکل نداریم مسابقات شما آماده هستیم انشاءالله. استاد واسه چرا مسابقه برگزار نکردین تا باله؟ زنده باشین. واقعیت فروتن جان ما به مسابقات از این تا دوستای ما زیاد خوش آمده بودم و از اول خودشان هم یاد کردن جسور سبب آمدن ایدری سبب بخاطر از این که یا اردوشان که هستن بهترین قهرمان های افغانستان هستن و ما میخواستم همین نیرویی که یا به یکی دیگه مصرف میکنن باید در روی یک خارجی از کشور بیرون مرزی می بود، پاکستان می بود یا کشور دیگه می بود، روس می بود که فایت میکردن، ما لذت زیاد میبردیم و از این که مردم هم زیاد پشت از این برنامه را گرفت، جسور سایی هم در جریان است و ایدری سایی هم خودشان همین فایت گفتن که ما میکنیم، دیدیم که از طریق برنامه شما باز ما هم خوش کردیم، گفتیم به هزار دفعه بهترین ما هستین و قانون ورزش شما میره میگه که خیلی کوتاه بخاطر از این که فایتر خوب معلوم شد و بهترین یک کشور معلوم شد باید بین خود فایت بکنیم که مشکل نیست و این مشکل فعلا یکان برنامه تکنیکی ما داشتیم به خاطر انوز وقت ما مانده تقریبا 15 میزان باید که مسابقات ما عرصه ما مسابقات ما شد یکم که مشکلات داشتیم از خاطر مانده توافق کردیم به یکی دیگه انشاءالله و زودترین فرصت مسابقات شنه دایر میکنیم. تا 15 میزان همه چیز مشخص میشه؟ انشاءالله نه، تا 15 میزان برنامه ما باید مسابقات میشد که 3 مواد ما مسابقه داشتیم. قبل از او دیگه مسابقات هم معلوم میشه که حتما برگزار خواهد انشاءالله پیش از او معلوم میشه. تشکر. جسوس صاحب چی شرایط گذاشتین به خاطر انجام این مسابقه؟ ما شرایط من دیگه ما میگفتم سازمان مسابقات معیاری برگزار کنه و یکی این بخش تجارتی است، بخش بزنس است، حرفه ای شدن و ما گفتم که برای من از نگاه معنوی هیچ مثبت نبود، از نگاه مادی برای من هیچ باز میشد که، ولی ما به خاطر از اینکه زیاد پیام ها را دریافت کردم از هموطنان ما، ما پیشترم گفتم که یک تعداد از هموطنان مریض ما مشخص نمیکنم، ما کی یک تعدادی از مردمی که خیلی خوش دارن که یک دو هموطن با هم دیگر فایت کنن، یک دو دانه از آدم های متصب قوم پرست مثلا،
و ما شرایط دیگه نه، تمام توافقات صورت گرفته، خیلی ما از چیزا گذشتم و خیلی تاکید ما استاد خبر داره که ما هر روز ده ها بار برشان هم بر خودش هم بر سکرتر جنرالش زنگ میزنم، در رسانه زنگ میزنم و در پلی زور کوشش میکنم که برنامه باید از سال اتفاق بیفته. حالا ما نمیفهم وقت برنامه تون چقدر وقت خیلی کم خب. خیلی کوتاه. ما یک گپ دیگه میزنم، ما بیدری صاحب حالا خو موضوع ام ام ای را در جایش میمونم، اگر ام ام ای شوه خو خیلی کار خوب میشه، استادم من مطمئن هستم که رضایت داره. هر سازمان دیگر هم که ایداری میتونه که اگر میفهمه که برگزار کردن میتونه میشه استاد. یعنی شرایط خاص نداره؟ شرایط خاص ندارم، مسابقه میکنم و در ضمنش نه تنها در ام ام ای استریت فایت میکنه، مویتای، کیک بوکس، بوکس، پالوانی، جوجوسو، برازیلیان جوجوسو، بیجیجی، در هر چیزش که ای آدم رازیست مکدش مسابقه میکنم، هر زمان هر موقع را ای آدم بخواه مکدش مسابقه کرده نیستم. ای فقط برای کدمه تماس بگیره بیاد اینجا داخل رنگ موتو مسابقه میکنیم. یک موضوع و موضوع دیگه که نه تنها در یکیش از اول تا آخرش بخیر برازی اجازه میتونم قطارک کدش میزنم مسابقه میکنم در هر رشته کی بخواید. تشکر. حیدری صاحب شما قبول دارین که فلان جسور صاحب در وزنه که شما هر دو هستین قهرمان است؟ از او خطر چلنج دادین برش که میخواستین مشخص کنین که نه من قهرمان هستم؟ نه خیر قهرمان. پس چرا چلنج آمد مستقیم به جناب جسور؟ گفتم پیشتر گپای یادآوری کردم به او خاطر گپایی که زده بود، فقط به خاطر حرفای خود جسور صاحب؟ بله گپایی که زده بود سر ما واقعیت خوش نخورد به او خاطر دیگه گپایی که زده بود بسیار گپای کلان کلان گفت، یکانی قلم خود از فرش خود کده درستر مونه به او خاطر دیگه که خودش میگه که ما در استایل که بخوایم مسابقه میکنم معاذر هستم که اینمی 5 راوند مسابقه میکنیم. 5 راوند خیلی کوتاه. بله 5 راوند مسابقه میکنیم، هر راوند بوکس بگوی بوکس، ام ام ای بگوی ام ام ای، جی جی سو بگوی جی جی سو، کیک بوکس بگوی کیک بوکس، موی تای بگوی موی تای، هر راوند علایده علایده ما شما مسابقه میکنیم. مثل مسابقه خیلی خوب است و ما کار میکنیم که این مسابقه بخیر برگزار شود در هر رشته و کوشش میکنیم که هر چقدر منفعت و مفاد در این مسابقه ها برای ما رسید تمام از این امیران برای کسایی که واقع یعنی مشکلات هستند، کسایی که بیچاره و غریب هستند، تمامشان کمک میکنیم برای این مردم. تشکر. واقعیتش هر زمانی که تعیین کنه در هر رشته‌ای که بخوایم مکدش حاضر هستیم. تشکر. خب دوستای عزیز تا قبل از ماه میزان همه چیز مشخص میشه و یک چیز ناگفته نبرم، چلنج دادن در یک کشور و بین ورزشکارهای ام ام ای کار خیلی عادی هست و کدام کار خاص نیست که مثلا خدای نخواسته کس فکر کنه که تعصب داره یا فکر کنه که اسماعیل حیدری زور گفته بالا جسور صاحب یا برعکسش. این چیزا اصلا در بین نیست و یک چیز خیلی عادی است و هر دوشان در بیرون از استیج رفیقای خیلی صمیمی خیلی نزدیک هستن و حالا باتون ثابت میسازه با بغل کشی که مقابلتان انجام خواهد داد. نه خیلی دوستم از ما گفتم ما افتخار به خاطر مردمی که من فی نگاه هستن میشه که یک بغل کشی داشته باشید. مشکل نیست با شما بارا دیدیم. بله در یک جای شیشته باشیم، در یک میز نان خورده باشیم، در یک جای صحبت کرده باشیم، این مشکل نیست، کار عادی است. فقط کار ما در داخل رنگ است. ما قبلا ما وزی امروزی که برنامه ما مثلا اینجا کمی صحبت های ما چیام رفت از اینجا رفتیم با هم دیگر در یک میز شیشته نان خوردیم با هم دیگر. برای این حرف به کسایی زدم که مثلا فکر میکنن که چلنج بازی به معنای عزیز که جنگ بین این دو نفر صورت گرفته باشه، خدا نخواسته تو حرف اصلا در بین نیست و متاسفانه وقت ما کم است، ناگزیر هستیم از شما خداحافظی کنم. فقط امی برنامه دینمی دیمی جاودا فیس تو فیس میشه و در داخل قفس است از ما مبارزه در بیرون از او دوست هستیم. تشکر، خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. ورزشکارا همیشه پیام آور صلح هستن. این بود داشته های بخش ورزشگاه. میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم با دو همکار عزیزم نجیب جان و هانیه جان. باشید.